به نام خدا سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدین به یکی دیگر از گزارش های ایرادگردی با سلیم مقیمی از چینل سلیم مقیمی. قبل از اینکه بپردازیم به برنامه و گزارش، اگر تا به حال سابسکرایب نکردیم امیل از سابسکرایب کنیم، زنگوله هم فشار بدیم تا ای که ما حمایت کرده باشیم. امروز آمدیم به تانگ مرکز. از تانگ مرکز میخواییم موتر بشینیم و محیط به شما نشان بدیم. بریم به طرف دروازه خشک و از دروازه خشک بریم به چوک سینما و از چوک سینما دیگه نمیفهمم مسیر ما به کجا میخوره. ما همراهی کنیم تا پایان. خب دوستای عزیز، فعلا به تانگ مرکز قرار داریم و این چهارراهی رو به نام چهارراهی سوپرکلا یاد میکنن به خاطر که همی نماد شرکت سوپرکلا، شرکت نوشیدنی سوپرکلا در این ساحه ساخته از طرف سکتور خصوصی در واقع. و میریم مسیر راسته میشیم به طرف درب خوش و از این ساحه شروع میکنیم که از تانگ مرکز که یکی بزرگترین پمپ بنزین های شهر هرات در اینجیه که مردم از سالیان سال از این تانگ تیل میبردم، تانگ تیل در واقع، به این خاطر به این نام یاد میشه. و این سرک هم خب از زیباترین سرک های شهر هرات که در واقع از این مسیر پیشتر که میریم در ایسا میمانخانه قومندانی امنیه هراته و همچنان جلوتر که میریم چهارراهی زمانجانه. در این دو طرف شیرینی فروشی های معروف هراته و به این شکل در کنار شیرینی فروشی ها فروشگاه بزرگ زیتون هم هست که در سالیان اخیر مردم هرات معمولا برای خرید به اینجی میآیند و وجود ناجوها در این سرک و در این خیابان زیبایی خیلی خیلی خاصی بخشیده. ببینیم که چقدر زیبا شده این ناجوهایی که در واقع در این جی هست، زیبایی خاصی بخشیده. و یک مشکلی که عموما در بلوارهای شهر هرات وجود داره بحث امی چراغهایی که از طرف شب بیشتر چراغ ها متاسفانه که خراب شده و نیاز بسیار بسیار جدی داره برای بازسازی تا ای که شهر هرات شهر تاریکی نباشه، دیگه یک شهر روشن باشه و مردم از طرف شب هم در زیر نور بتونن تردد کنن در این سرک و در این خیابان. خب ما از چهارراهی زمانجان رد شدیم و میریم به طرف در واقع درب خوش و در این مسیر هم به سمت چپ تصویر که شما میبینیم چه در واقع زیارت خواجه محمد تاکی هم موقعیت داره که یکی از جاده های فرعی میشه، جاده جاشم هست. و این طرف هم خب در واقع بادمرغانه که در این بخش گروه موسیقی بود در حکومت قبلی که فعلا نیه، موسیقی خب ممنوع هست فعلا در افغانستان و به این شکل در اینجی معمولا هم گذر کارگرایی که از صبح میاین استاد میشن اینجی تا هایی که سر وظیفه برن، ولی همین لحظه که بعد از ظهر هست خیلی از کارگرها امروز به سر کار نرفتن و میشه گفت بیکار هستن. و در اینجی هتل بارستان ایره هم هست که از هتلهای قدیمی میباشه و همچنان در این ساحه بیشتر تل فروشی ها در شهر هرات موقعیت داره. و بیشتر که میریم نزدیک میشیم به جاده خواجه محمد تاکی و همچنان جاده حاجی هاشم که در این ساحه موقعیت داره، از جاده ها و خیابان های خیلی قدیمی و مشهور شهر باستانی هرات و فروشگاه بزرگ قلب آسیا هم در اینجا موقعیت داره که یکی از فروشگاه های بزرگ سوپرمارکت ها یا فروشگاه های بزرگ هرات که مردم همون نیازهای اولی خوده میآیند به اینجی و از اینجی تامین
میکنن. خب کم کم نزدیک میشیم به درب خوش یا دروازه خوش، جایی که مندوی های بیشتر و چند تا نمایندگی موترهای ولسوالی های که مردم از دهات و ولسوالی ها میاین به اینجی و مو خریداری که دارن و اون چیزی که نیاز دارن رو در واقع از اینجی خریداری میکنم. تغییراتی که در اینجی آماده در سالهای اخیر، دکان ها اکثرا چپه شده و از سر نو ساخته شده و بعضی از دکان ها زیر کار و در حال بازسازیه و شکل مدرن تر تقریبا برخوا گرفته و این سرک هم خب چند بار بازسازی شد خوشبختانه و ما در سالهای گذشته خیلی آمدیم از اینجا گزارش ساختیم. تربار فروشی ها و میوه فروشی های دروازه خشک هست در این ساحه که میوه هایی که از ولسوالی ها و دهات هرات تهیه میشه به اینجا میارن و به اینجا به فروش میرسه و وضعیت شهر را میبینیم، وضعیت ترافیک را میبینیم. خب حالا خوشبختانه دیگه نزدیک چاشت دیگه از چاشت تقریبا تیر شدیم، خلوت‌تره. مگم موقع صبح و بعد از ظهر و طرف شام که کاروبار مردم شروع میشه و خلاص میشه اینجا دیگه خیلی خیلی شلوغه و شهر هرات یک مسئله که نمای و تغییر داده نسبت به سالهای گذشته وجود صدها سچرخ موتورسیکل های سچرخ مسافربری و باربری که شما در تصویر همیشه میبینیم در هرات زیاد شده و یکی از مشاغل تبدیل به یک شغل‌های شده در هرات که در واقع مردم از این طریق لقمه نان پیدا میکنن. خب رسیدیم به درب خوش، یک دوری هم به اینجی باید بزنیم و میوه فروشی های دروازه خوش یا دروازه خشک میگم معمولا مردم هرات، همون گویش محلی که حالا مرسوم و جا افتاده دروازه خشک میگم به اینجی، ولی درب خوشه اسمی و لیسه خواجه محمد تاکی هم در اینجی موقعیت داره و میبینیم دیگه جمع و جوش و رفت آمد مردم که اکثرا در این ساحه مردم دهات برای خریداری میآیند. میوه فروشی هایی که باز او سمت قبله اگر ما پیش میرفتیم که او طرف خلافه نمیشه بریم، او طرف میخوره به شهر قدیم و بازار چارسو و این سرکی که داریم میریم سرک قمندانی امنیه که وصل میشه در واقع به چوک سینما وصل میشه و این طرف هم جاده ماست فروشایه، جاده ماست فروشا که در خیابان قمندانی امنیه هرات موقعیت داره و این هم شفاخانه افغاناری های در این ساحه که از شفاخانه های مشهور خصوصی در شهر هراته و دست چپ بازم ساحه تاریخی مسجد جامع بزرگ هراته که یک بخش از این مسجد جامع زیر بازسازیه که انشالله توفیقی نصیب بشه حتما بیایم یک گزارش خاصی داشته باشیم، یک مستند حتما میشه داشته باشیم از مسجد جامع بزرگ هرات که به نام مسجد جامع حاوی هم شهرت داره و مشهور هست و بازم تردد سچرخه ها رو میبینیم و اینجا هم خب سایه امنیتی زیاد توضیح نمیدیم در موردی ها و میریم جلوتر که یک زمان ریاست پاسپورت هم در واقع به این سایه قمندانی امنی هرات بود و ای که در دو طرف از سرک قمندانی امنی هرات بیشتر موتورسایکل فروشی ها موقعیت داره و چند کلینیک خصوصی و کارگران شاروالی و نارنجی پوشان را هم دیدیم که در حال کار بودن، در حال تمیزکاری بودن. خوشبختانه هرات یکی از تمیزترین و پاکترین شهرهای افغانستانه که واقعا لذت بخش همیز صفایی داخل شهر لذت خاص دارادن وقتی که نگاه میکنه و چشم آدم میفته به این زیبایی ها، واقعا کیف میکنه و لذت میبره. خب رسیدیم بنام جاده مخابرات که جاده مخابرات هم در این ساحه موقعیت داره دست راستمه که از اونجا هم باز یک رادگردی انشالله ثبت میکنیم و اوجا دارم برای شما نشان میدیم و تقریبا رسیدیم به مقصد و مقصد ما اون قسم که در آغاز گزارش گفتم از تانگ مرکز شروع کردیم و رسیدیم به
خود چوک سینمای هرات که یک زمان اینجا سینمایی بوده که سالیان دراز میشه که در این شهر دیگه سینمایی وجود نداره و سینما تخریب شده. حتی اینجا سالون تئاتری بود که در دوره شهرداری فرهاد نیایش تخریب شد و چپه شد، دیگه ساختم نشد. روبروم هم لسه انقلاب، اگر مسیر مستقیم ما میرفتیم منتهی میشد به سرک باغ آزادی و عالی هم رسیدیم به چوک سینما که اینجی پارک فرهنگ هم موقعیت داره. تصویرهای ببینیم از اینجی و این ریاست ترانسپورت شهر هراته. خب یک گشت کامل میزنیم به دور چوک تا شما تصویرهای خوبی بتونیم از این ساحه بیننده باشه. خب کمربند ایمنی رو باز کردم و تشکر که ما رو همراهی کردیم و این ایرادگردی تماشا کردیم که از تانگ مرکز آمدیم به چوک سینما. مدت گزارش ایرادگردی کمه دیگه چون مسیر طولانی منتهی میکنیم. خدا کنه که لذت برده باشیم و کیف کرده باشین. سعی میکنم که در چینل برنامه و گزارش های متفاوت تر رو آپلود کنم و شما هم لطف بکنین لینک ها با دوستا شریک بسازیم و اگر سابسکرایب نکردیم سابسکرایب کنیم، لایک هم فراموش نشه و کامنت هم برای ما بگذاریم. چقدر آدم پرتوانقوی هم دیگه لغزه خواسته دارم از شما. خب بخیر و عافیت باشیم. خیلی خیلی شما رو دوست دارم. ما رو حمایت کنیم و بهترین گزارش ها تماشا کنیم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.